بسیار جزئی در کلیه که من مطرح کردم، خیلی عمیق‌تر از این حرف هاست که فقط یک پلنی برای یک کار به خصوصی، یک ایدهی برای یک قشر کوچکی در جامعه آدم ایجاد بکنه. این بنیادیه. یعنی فرد، دختر و پسر از 18 سالگی یه پدر مادر پولدار پشت سرشه، میره کار میکنه، اون پدر و مادر پولدار اون پولو میگیره، بعد هزینه های این رو میده، بهش میگه تو هنوز انقدر داری میتونی خرج کنی. این تا آخر عمر این پدر و مادر پولدار دومشو پشت سرش داره. این اصلا ماهیتا زیر و رو کننده است. جناب ببینید من در کتاب ما به چه گونه میتونیم به هر حال از تمرکز قدرت و ثروت از طریق بانکداران، حتی 51% که در به هر حال در اختیار مملکت هست، بتونیم جلوگیری بکنیم که دخل و تصرفی در زندگی پرایوسی و زندگی خصوصی افراد نداشته باشن؟ آخه اصلا این ربطی نداره جناب رحیمی، اصلا این ربطی به دخالت خصوصی نداره و این که مثلا این بانک ها مونوپول میشن یا بزرگ میشن ربطی نداره. ما میگیم یه کشور داریم، ما الان اصلا دنیا رو فراموش کنیم، ما راجع به ایران صحبت میکنیم. این نظام اهریمنی پول مردم رو خورده. من گفتم مردم تو خیابون نیان، ولی برای سیاسی نیان، اما اگه طلبکارید از رژیم حقوقتون رو نمیده، برید اعتراض کنید، پولتون رو بگیرید، حقوقتون رو بگیرید. من الان راجع به ایران آینده صحبت میکنم. قراره فرض کنیم این رژیم فردا صبح، ما رفتیم حکومت از دست مله ها گرفتیم، حالا میخوام این همه بانک داریم، مردم هم پول دارن تو حساب، میخوام چیکار کنیم؟ پرسشایی که مطرح میشه در حینی که شما دارید مسائل رو مطرح میکنید، پرسشایی که مطرح میکنم و کامنت هایی که میذارم بر این هستش که یک، شما چگونه میایید مسائلی که مربوط به اختلاسگران، کاسپیان و اینی که برنامه هایی که در حال حاضر از که بیشتر بانک هایی که تحت تحریم هستن، بانک هایی که سپاهی هستن و 70-80% در حال حاضر سپاه در دست گرفته رو، شما چگونه الان میایید مسئله افرادی که سپرده های بانکی رو داشتن که اختلاسگران اونها رو از کشور خارج کنند، به چگونه با وام که از آمریکا میگیرید، وام هایی که از کشورهای دیگه میگیرید، برای اینکه مردم رو بتونید به یک سطحی برسونید که اون میگه خط سرخ، بفهمید؟ اجازه بدید آرمن، امنیت اجتماعی که لازمه، چگونه ما میتونیم امنیت اجتماعی رو در دوران گذار ایجاد بکنیم؟ خلاصه بفرمایید که جناب ساگرین توضیح بدن بعد من توضیح. صحبت با کیه؟ جناب ساگرین بفرمایید. ببینین یک موضوع رو توجه بکنین، وضعیت ایران امروز با اون چی که هست، واقعیت های امروز ایران، اگر ایران امروز از دست آخوند خارج بشه، کارکرد ایران و ایرانی با اون چی که در تمام دنیا میگذره همخوانی نداره و نمیتونه همخوانی داشته باشه. وضعیت ایران غیر از بقیه دنیاست، نمیتونه این کارو بکنه. ما ملتی داریم در حدود 84 میلیون در داخل کشور، مقدار بارندگی فقط میتونه بین 18 الی 19 میلیون نفر رو غذا برسونه. وضعیتی داریم که تولیداتی نداره به غیر از نفت و اون چه که در طبیعت در دستش هست با فروشش زندگی بکنه و اینم چندان طول نخواهد کشید. تمام وضعیت بایستی دگرگون باشه غیر از اون چه که در دنیا میگذره و بایستیم ما در ایران کاری رو که ایجاد میکنیم یگانه باشه، ولی در این حال بتونه با دیگران کار بکنه. این چطوری خواهد شد؟ بر نگردیم به اون چه که در دنیا میگذره، بایستی بریم به اون چه که در ایران بایستی به وجود بیاریم. خب جناب اجازه بدید من اجازه بدین جناب تشکر شما جناب اجازه بدید یه لحظه آنچه که مطرح میشه بر این هستش که به هر حال الان مدیریت بحران باید بشه، چه از نظر بانکداری، چه از نظر صندوق بانک جهانی، و اینی که دولی خارجی که در حال حاضر میان وام میدن به ایران نوین با این بانکداری نوین، به چه گونه
ما میتونیم این رو مدیریت رو در دوران گذار مدیریت بکنیم. اجازه بدید اول من بگم که طرح ما چی هست، تموم بشه این موضوع، بعد بریم سر یه پرسش دیگه که حالا دیگران با ما چه کار خواهند کرد. من هنوز حرفم تموم نشده در رابطه با بانکداری در ایران. ببینید، من در کتاب سند آزادی و در کتاب پادشاهی مردم یک جمله در کادر گذاشتم که مردم اول این رو کلیشه بکنن در ذهنشون. انسان از روزی که از حیوانیت خارج شده و شروع کرده به تمدن سازی برای خودش، شهرسازی، یعنی متمرکز شده، از کوچنشینی خودش رو نجات داده، شهرنشین شده و ما برای همین ایران شهر داشتیم، ایران شهری، فرهنگ ایران شهری. الان خیلی هم میخوان همونو زنده کنن. خیلی احمقانه است، برای اینکه ایران شهری مال موقعی بود که ما میخواستیم از قارنشینی بیرون بیایم، شهرنشین و یک جانشین شدیم. حالا دوباره برگردیم همونجا ما که یک جانشین هستیم، بس بنابراین بازگشت به اون مثل بازگشت به دوران صدر اسلامه که یه عده دور هم جمع میشن در این رسانه‌ها، وقت خودشون و مردم و ثروتا رو میگیرن دود میکنن، صرف چیزایی حرف میزنن، صرف میکنن که پوچه. ببینید، ما یک کلیشه گذاشتیم در این کتاب. قبل از که بحثمون رو آغاز کنیم که چرا این تمدن رو ما داریم میسازیم و چرا سند آزادی منتشر شده، اینه که انسان برای این همه نمیدونم بگیم میلیون ها سال، هزاران سال، انسان از حیوان بودن خارج شد و شروع کرده به روابط با دیگر انسان هایی که در فقط محیط خودش نیست ارتباط برقرار کردن، یعنی انسان با انسان ارتباط برقرار کرده. هنوز تا امروز به غیر از پادشاهی مردم هیچ نظامی نیومده که روابط انسان با انسان ها رو تعریف کنه، حالا چه در داخل کشور، خونه و خانوادهش، شهرش، کشورش و کل جهان. یعنی ما هنوز انسانها با این همه اسم و رسم و شهرت و دبدبه و کبکبه، هنوز روابط انسانی بین دوتا انسان رو نه تعریف کردیم، نه پایبندشیم و نه اجرا شد. ما حکومتی داریم که حکومت مردمه، مردم قدرتاشون رو در کارتاشون دارن، این کارتا رو هر 5 سال به 5 سال سرازیر میکنن در یک نقطه، اینو میدن به یک شخص، میگن تو برو حالا طبق اون فرمول این قدرت ما رو اعمال کن. اجازه بدید من صحبتم تموم بشه. بله. این پادشاهی مردم وقتی تعریف کرده که روابط انسان با انسان باید چگونه باشه، حالا میخواد بپردازه به اجزایش در دنیای مدرن. چون در گذشته ما خیلی ساده زندگی میکردیم، با 5 تا موضوع رو حل کردن میتونستیم با هم انسانی روابط داشته باشیم. امروز باید 5000 تا مسئله رو باز کنیم تا بتونیم روابط انسانی داشته باشیم. در خارج، در سیستمای غربی، در دموکراسیای غربی دارن روش خودشون رو پیش میبرن، همه میدونن که به نفع سرمایه‌دارای بزرگ. پول حرف اساسی رو میزنه، انسانیت حرف نمیزنه. انسانیت هیچ معنی نداره اگر پول پشتش نباشه. برای همین ما گفتیم خب این حکومت پادشاهی مردمه، مردم بی پول هم که قدرت ندارن، چجوری باید قدرت داشته باشن؟ از بانک ها رو میکنیم پدر مادرشون. حالا شما با یک کشور ثروتمندی مثل ایران که بزرگترین ثروت های کره زمین از نفت و گاز در اون کشوره، اون رو ما داریم، سیستمی داریم که اینها رو در اختیار میگیره، پخش میکنه، میده به قدرت‌های کوچک محلی که اینها رو به کار ببرن. با چه شیوه به کار ببرن؟ با شیوهی که تعریف شده. یک دونه اگر کسی خواست اختلاس بکنه، اگر کسی یک اختلاس تونست بکنه، من میگم تمام مردم به من و به این پادشاهی توهین کنن است. یعنی برای اختلاس کردن حتی یک مورد کوچیک، شما باید از شاه اون استان رو بخری، نخست وزیر رو بخری، رئیس بانک رو بخری، وزارت اقتصاد رو بخری، کارمندا رو بخری تا بتونی یه اختلاس کوچیک. جناب تشکر. حالا اگر یک آدم فاسد داره دیگه. بله. جناب تشکری، دقت بکنید. پرسش من بر این بود که چگونه در حال حاضر در دوران گذار شما میتونید مدیریت بحران بکنید و در این دوران گذار ما رو از نظر ارتباطاتی که نه فقط از نظر دیپلماسی، نه فقط مسائلی که مربوط به انسان به انسان میشه، از نظر اخلاقی و بانکداری نوینی که
به جای یعنی جای پدر مادر از نظر امنیت اجتماعی که اونها رو میتونه دربر بگیره. صحبت ما صادرات هست، واردات هست، رقابت هست در خارج از کشور. اینا صحبت های پرسش هایی که شما بعد از پرسش اول هنوز پاسخ نگرفته مطرح میکنید. ببینید شما وقتی میگین بانکداری نوین چیه، بذارید اول حرفم تموم بشه بعد شما برید بگید. حالا یک پرسش اینطوری هم دارید، همه اینا هم پاسخ داره و پاسخش هم داده شده، منتها شما وقتی که هنوز یکی تموم نشده یه پرسش میارید تو، بس پیچ میشه و مردم نمیدونن که به چه نتیجه‌ای باید برسن. اجازه بدید نتیجه بگید. شما پرسش کردید راجع بانکداری نوین ایران در پادشاهی مردم، هنوز حرفم تموم نشد. بس تا تموم نشده شما سوال نکنید که دوباره قاطی کنیم همه چیز رو. بس ما بانکداریمون تعریف خودشو داره. با بانک جهانی ما عضو میشیم، تقاضا میدیم، منتها با شیوه خودمون. هیچ نوع تجارت خارجی توسط هیچ ارگانی به غیر از ارگانهای دولتی در پادشاهی مردم انجام نمیشه. این قراردادها، مثلا فرض کنید که ارتش میخواد یک سفارش خرید بده به بوینگ یا هر جایی، این سفارشش رو البته نظام یه مقدار فرق میکنه با چیزهای عمومی. حالا فرض کنیم یه وزارتخونه ای میخواد برای تشکیلات خودش یک سفارشات مثلا بده در ارزش مثلا 10 میلیارد دلار. بسیار خوب، این رو به صورت پروپوزال، به صورت پیشنهاد میده به انجمن بزرگان کشور. انجمن بزرگان کشور نگاه میکنه میبینه خب این نیاز واقعیه یا نیست و این وسایل لازم هست یا نیست. اگر لازم هست پس بنابراین بهش اجازه میده که این بره حالا تامین بودجه بکنه و این رو خریداری بکنه. حالا این چون قراردادهای دولتی با بانک ملی ایرانه، این وزارتخونه بعد از گرفتن تایید یا اصلاحیه انجمن بزرگان میبره میده به بانک ملی، میگه ما این تامین بودجه میخوایم برای خرید این مسائل. خود وزارتخونه حالا دیگه میره کنار، وزارتخونه دیگه اینجا نقشی نداره که بتونه پورسانت بگیره، کمیسیون بگیره یا مثلا زد و بند کنه. بانک ملی چون خرید دولتیه اعلام میکنه به کشورهایی که این نیاز رو میتونن تامین کنن و این کارشناسا گفتن کدوم کمپانی ها یا کشورها هستن که ما ازشون میتونیم این وسایل رو بخریم که برای ما کاربرد داشته باشه. به اون کشورها پیشنهاد میده ما همچین نیازهایی داریم، شما لیست قیمتاتون رو به ما بدید که ما انتخاب بکنیم. 5 تا کشور 10 تا کشور هستن میدن. بانک ملی میشینه اینها رو بررسی میکنه که کی در این مناقصه واقعا برنده میشه. وقتی تازه بانک ملی اعلام کرد، نظرشو میده دوباره به شورای انجمن بزرگان کشور، میگه بر اساس این تقاضا ما رفتیم با این کمپانی ها صحبت کردیم، این کشور یا این کمپانی بهترین پیشنهاد رو در این زمینه به ما ارائه میده. اگر انجمن بزرگان تصویب کرد میره به توشی پادشاه میرسه. پادشاه وقتی توشی کرد، حالا پادشاه مسئول این پروژه است. بانک ملی بدون حضور هیچ کدوم از این افراد میره حالا پول رو به حساب اون کمپانی میریزه، وزارتخونه میره تحویل میگیره. یعنی اینطوری نیست که بگه فلان وزیر، من میرم یواشکی با این آقای وزیر فلان کشور میسازم، بهش سفارش میدم، بعد اونم به حساب که در پادشاهی مردم، در نظام پادشاهی پهلوی این کار عمومی بود و اجرا میشد و در الان که اصلا دیگه صحبتشو نکنید، دیگه انقدر فساد هست که اصلا حد و اندازه نداره. حداقل در زمان پهلوی واقعا خریدای درستی میکردن، قیمتان درست بود، منتها اون کمپانی ها که مرسوم در کشورهای غربی درصد کمیسیون رو همیشه از قبل کشیده بودن روی قیمت که بعدا به صورت کمیسیون میدادن به اون افراد واسطه. ما اینجا واسطه نداریم. یعنی یک دونه داریوک اولا پول نظام پادشاهی مردمه، چون نه ریال ایرانیه نه تومان. ما داریوک هم در زمان داریوش بزرگ داشتیم، یک سکه طلایی داشتیم به وزن 8.4 گرم که اسمش بود داریک یا داریوک، نمیدونیم چجوری تلفظ میکردن ولی بر اساس اسم داریوش بود. چون ما میگیم داریوش بزرگ، اسم پول ما هم میشه داریوک، یعنی همون پولی که در 2500 سال پیش پول ایرانی ما بود، متأ اون سکه بود، حالا ما به صورت مثلا اسکناس و کارت اعتباری و سکه و اینا به کار میبریم. یک داریو کسی نمیتونه اختلاس بکنه یا به نفع شخصیش انجام بده. اگر هم انجام بده جاش در قفس مجازاته.
که حالا بعد مجازات در پادشاهی مردم هم یگان است. وقتی من اعلام میکنم پادشاهی مردم پادشاهی هست که تا به حال بشریت ندیده، برای اولین بار ما میخوایم انسان با انسان انسانی رفتار کنه، نه فرمان از خدا گرفتیم، نه از پیغمبری، نه از دینی، نه هیچی، نه ایدئولوژی، نه دین و مذهبه، یک نظام انسانی بین روابط انسان با انسان در پادشاهی مردم با این شیوه بانکداری. بفرمایید. برادر، این قسمت از برنامه درباره بانکداری نوین و بیمه صحبت کنیم و بیمه‌های اجتماعی که به گونه‌ای باید خط قرمز ایجاد بکنه که افراد زیر خط فقر نرن.